زه غواړم بي بي سي د پښتو او بي بي سي فارسي د کارمندان سره یو دوه ټکي خبرې وکم د دې ویډیو د لارې نه. اول زه په دې پوهیږم چې هر دفتر کې اداره کې مونږ کار کوو هغه اداره خپل پالیسي لري او خپل مقصد لري چې ولې په دې ځای کې کار کوي. هم چنان په دې مونږ ټول پوهیږو چې کوین یا بی بی سي څه مقصد لري په افغانستان کې، ولې پښتو او دری براډکاسټنګ سیستم لري، ولې دا هر څه په دې پوهیږي. لیکن د دې ویډیو پوینټ دا دی چې ته په حیث د یو کارمن هلته کار کوې، ستا هر یو حرکت هغوی نه کنټرول کوي. ته کولی شې چې خپل انتخاب هم وکړې، هغه انتخاب وکړي کوم چې اسلام ته، افغانانو ته او زموږ جامع ته ګټه رسوي. راځئ چې نور هم ستاسو سره خاص خبرې وکړم. ذاکر نایک بند تاسو کوم آرټیکل ترجمه کړی وو، هغه هلته بی بی سي پښتو خپله نه و لیکلی، او د هغه ورور نوم ماته زده دی چې زه اوس نوم پیدا کوم، زبیر احمد. زبیر احمد دا آرټیکل یا مقاله ترجمه کړې وه د یو دری د یو هندو د بی بی سي هندوستان نه، یعنی بی بی سي اردو نه، او په دې کې د بعضې ټکي چې ډیر زیات د خواشینۍ سره موږ ویلی شو چې غلط ترجمه کړي وو. په انګلیش کې اکثر ذاکر نایک ته غربي میډیا لیکي کنټروورشل سپیکر. که تاسو کنټروورشل په یو عادي ډکشنري کې هم وګورئ، د هغه دا معنا ده چې ډیر خلک هغه سره راضي دي او ډیر خلک سره ناراضي دي، یعنی او پبلک عام خلک هم ناراضه دي او هم سره راضي دي. هر یو کس چې مشهور کیږي هغه کنټروورشل فیګر جوړیږي. نو درته ووایه په کوم ډکشنري تا استفاده کړه چې تا هغه ته لیکلي د هندوستان جنجالي مبالغ، کوم چې تا هغه ټایټل به وروسته اصلاح کړو او تبدیل لیکو، اصلاح دې کړو او بیرته ورته لیکل د هند مبالغ. کنټروورشل که ته په ګوګل کې هم واچې نو متناقض ته به وویل شي، ګوګل ترانسلیشن باندې هم ترجمه کړي، نو بیا تا څنګه جنجالي ولیکو. او آرټیکل ما ولوستو، په هغه کې هغه خبرې په اردو آرټیکل کې نه لیکل شوي، ځکه ما د اردو رپورټ هم ولوستو کوم چې تا لیکلي وو. یا ته خپله شخصي معلومیږي چې کوم اسلام سره دعوت سره څه کینه لرې، الله دې تا ته معافي وکړي، یا ستا انګلیسي یا د ترجمانی دومره ضعیفه یې چې ته نشي کولای چې کنټروورشل صحیح ترجمه کړې، یا بیخي کنټروورشل ته ونه لیکې. څنګه اول دې لیکلی دی اوس دې ختم کړی دی، دا هم جالبه ده. اوس لیکي هندوستان مبالغ ذاکر نایک چیرې او پر څه وخت په څه باندې بوخت دی، دا جالبه ده. نو زما ورونو خویندو، خپل وظیفه جریان ته ورکوي، کوشش کوي چې خپل د وظیفې دننه خپل الله راضي کوي او دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم. څنګه هغوی راضي کیږي؟ څنګه کولی شي چې مسلمانانو ته صحیح خبر ورکوي او حقیقت ته ووایي او څو پرې هغوی بېعزته نه کوي. زه په دې خوشحاله یم چې ذاکر نایک تاسو رد کړی، چې تاسو سره انټرویو نه ده کړې، لیکن خپل وظیفه مه هیروئ په حیث مسلمان. تاسو اول مسلمان اسئ، دویم بی بی سي کارمندان اسئ. په بی سي کې تکړه زور ځوانان شته دی ماشاءالله، چې هغوی اول مسلمانان دي بیا د بی سي کارمندان دي. الیمین بامرای بی بی سي دری یا پرژن صحبت میکنم فارسی. چند روز نه تقریبا یک ماه پیش شما نجیب فیضی را دعوت کرده بودین. من نمیتونم بگم که هر چیز برادر نجیب فیض گفته مامرش مخالف هستم، نه، یگان چیزا گفته که بسیار معلومات درست بود. به خاطر که حکمه رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایه که یک عقل گم شده مسلمان است، در هر جای و از هر کس پیدا کنه میتونه باید بگیره. در اینجا چیزای گفته شده بود، مثلا چندین چیزایش، نمبر 1 که 12 ساله اشتک باید در سفر روان نشوه، تنها روان نشوه، شود دیگه جای اجازه به خود داده نشوه، مامورش 100% رازیستم. و هر چیز گزی برادر در زندگی تیر شده با او ما واقعا خفستم و برش آرامی دل میخوایم. لیکن با شما پیغام ما چی بود؟ شما آلی با ما بگوین که کدام وقت یک دعوتگر دین، یک خارخای افغانستان بدون علتهای سیاسی و اقتصادی و یا در پالیسی خودتان، و یک انسان خوب، یک پدر و برادر خوب، یک بخش که کسی که کارهای خیر میکنه، من نمیگم که مستم دیو بخش، نه، از یک شما نیستم، شما کدام وقت دعوت کردین؟ با سوالاتی که شما جور کرده بودین نجیب فیض خودش یک چیزا نداشت که بگویه؟ کدام وقت که نتاق در دانشگاه پا منداخت و سوالاتش میکرد؟ شما این کار کردین؟ یک نفر با من نشان بدین که شما بدون کدام علت
او رو دعوت کردین و میخواین امرش بحث کنین که کدام کمیونیتی رو جور کرده و چی کارا میکنه و به جامعهش چه رقم خیر میرسه. لیکن نکدین. چرا باز این هیپوکرسی؟ چرا باز این رزالت که ملایا بد هستن، مردم عام افغانستان بد هستن، هر کس بد است، لیکن LGBTQ کمیونیتی به خاطر که به اونا مارکت کنن، پروموت کنن و افغانان را تقسیم کنن، مسلمان را تقسیم کنن، در بنش به اتفاقی بیارن، بازور را میارن، پروموت میکنن. به همین قلم من میخوایم همراه مردم عام افغانستان صحبت کنم. کسانی که آروسی میگیرن، بازور را دعوت میکنن. نمیفهم که به شما ما چی بگویم. اگر به حیث مسلمان شما ای را درست میدانیم، پیش برین بسم الله. اگر فکر کنین فطرت نامی که درست نیست، باز توبه بکشین و کارو نکنین. من این شال در یک ویدیو دیگه صحبت خواد کردم که نجیب در این ویدیو گفت که من میخواهم، دلم میخواهم، من میخواهم این کار رو بکنم و مردم چی باید مشکل داشته باشن. اسلام در این باره چی میگه و به حیث مسلمان جواب ما چیست و جواب منطقی عقلی به او چیست. در یک ویدیو دیگه باز خواد کردم. میخواهم نظر سرز بی بی سی و کارش عموما میدیای امروزی که چیزای مزخرفات مندازه، مثل رپورت بود چند روز پیش که مردم زیاد کارانتین در خانه شدن، کاندوم زیاد استفاده میکنن. جالب است، چی نیاز است به این رپورت؟ ما چی یاد خواد گرفتم از این رپورت که مردم زیاد در خانه هستن، کاندوم استفاده میکنن؟ ما میگم چی نیاز به این قسم رپورتینگ؟ آیا شما ادیتورتان، منیجرتان خوابیده، او هم در کارانتین است، چی گپ است؟ کی را تایید میکنه این رپورت رو بندازین؟ و ما افغانا، خصوصا مسلمانای کل افغانستان، باید بخیزن و بگن که بس است به این قسم رپورتینگ. میخوام نظر شما رو بشنوم در کامنت و انشالله ما هر کامنت خواد خواندم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.